بسته کمکی امریکا و ویروس کرونا محرک های بازارهای مالی. با عرض سلام و روز بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیرز با مهمترین اخبار و رویدادهایی که امروز دوشنبه 25 ژانویه 2021 باید بدانید. در حالی که وضعیت بازار در روز جمعه نامشخص شده بود، شاخص‌های جهانی عمدتاً به رنگ قرمز بسته شدند. نگرانی‌ها بیشتر پیرامون محرک‌های بیشتر ایالات متحده و ویروس کرونا است. جفت‌های اصلی قادر به جذب سرمایه‌گذار نبودند و هفته را در سطوح آشنا به پایان رساندند. نخست وزیر انگلیس بوریس جانسون گفت که مطالعات اولیه نشان می‌دهد که ویروس کرونا جدید در این کشور می‌تواند تا 30% کشنده‌تر از نوع اصلی باشد. همچنین نوع آفریقای جنوبی در برابر آنتی‌بادی‌های ویروس اصلی مقاومت نشان می‌دهد که می‌تواند اثر واکسن‌ها را زیر سوال ببرد. در ایالات متحده بسته پیشنهادی 1.9 تریلیون دلاری رئیس جمهور جو بایدن با مخالفت حزب خود روبرو می شود، در حالی که حداقل دو نماینده دموکرات مجلس گفتند که آنها با بسته کمکی دیگر مخالفت می کنند. جفت یورو دلار هفته گذشته را با رشد و در حدود 1.2170 به پایان رساند، در حالی که جفت ارز پوند دلار با کاهش در 1.3680 بسته شده بود. جفت ارز ین دلار برای دومین هفته متوالی با یک شمع دوجی بسته شد. ارزهای کالایی نیز در برابر دلار بدون تغییر بودند. هر اونس طلا تا قیمت 1875 دلار نیز رشد کرد، اما در 1855 دلار بسته شد. قیمت نفت خام تغییر چندانی نداشته و 52 دلار در هر بشکه معامله شد. هفته پیش رو برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم ایالات متحده را به همراه خواهد داشت، در حالی که جلسه سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو نیز برگزار خواهد شد. هر دو رویداد ممکن است بازارهای مالی را دوباره زنده کند. امروز در کنار داده‌های اقتصادی آلمان، رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد نیز سخنرانی می‌کند که می‌تواند بر قیمت یورو تأثیر بگذارد. با تشکر از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @pressgirznews دنبال بفرمایید. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.